همانگونه که در گزارش شنیدید، هیئتی مرکب از کارگزاران حکومتی، کارفرمایان و نمایندگان تشکلات حکومتی که اسم نمایندگان کارگری را یدک می‌کشند، میزان حداقل دستمزد در سال 1401 را تعیین کردند. تصویب این سطح دستمزد حتی برخلاف وعده‌ها و پیشنهادهای قبلی دولت بود. حداقل دستمزد تعیین شده 3 برابر پایین‌تر از خط فقر در ایران است. برخی از جوانب این موضوع را با کامران ساختمانگر، عضو انجمن کارگران ساختمانی سنندج و فعال کارگری در ایران به بحث گذاشتیم. آقای کامران ساختمانگر، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا گذاشتین و مهمان برنامه ما شدین. شما تعیین 4,179,000 تومان رو به عنوان حداقل حقوق سالانه ماهانه از سوی شورای عالی کار رو از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی برای مزدبگیران ایران چگونه تعریف میکنید؟ ترجمه سیاسی اقتصادی این برای مزدبگیران چیست؟ با درود و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز و بینندگان و شنوندگان رادیو صدای نو در سیدنی، همونطور که خودتونم فرمودید، این مبلغی که برای حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار در پنجشنبه 19 اسفند ماه و توسط وزیر کار اعلام شد، میتونم در یک جمله بگم جهنمی از فقر و فلاکت رو بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرد. یعنی گرسنگی بیشتر، فقر بیشتر و به نوعی به بردگی بیشتری طبقه کارگر کشیده. ما از یک سو شاهد تورم لجام گسیخته و بالا رفتن قیمت‌های اقلام خوراکی زندگی و مواد لازم برای سفره خانوارهای عموم مردم ایران و به خصوص طبقه کارگر هستیم و ما طبق هر سال در ماهای پایانی سال بحثی را سر اضافه دستمزد داریم که امسال اومدن حقوق روزانه رو با اندکی طبق اظهارات خودشون اضافه نمودن درصدی به دستمزد کارگران، حقوق روزانه هر کارگر و پایی حقوقی رو بر 139,325 تومان برای یک روز کاری در نظر گرفتن که مجموع حقوق ماهیانه میشه 4,179,750 تومان. بعد یه سری هم اقلام دیگر رو اومدن فریبارانه گنده نمایی کردن، تیکه تیکه کردن این بحث دستمزد رو، مثل 7,000 تومان پای سنوات روزانه، 650,000 تومان حق مسکن برای هر کارگر و بن کارگری 850,000 تومان که مجموعاً شد 5,679,750 تومان. این مبلغ رو برای یک خانوار 3.3 نفری در نظر گرفتن و حتی اینجا بازم یه تبعیضی قائل شدن که کارگرانی که یک فرزند دارن 6,377,025 ریال و کارگرانی با دو فرزند رو به 6,725,700 تومان تعیین کردن. این یعنی اوج فقر، اوج قانونی و اوج فلاکت کشاندن طبقه کارگری ایران. ما اگر چنانچه بحث اضافه دستمزد مطرحه، این زمانی مصداق پیدا میکنه. من میخوام به طور عمومی برای بینندگان شما اینو تصویر بکنم که شما زمانی میتونی ادعای اضافه دستمزد بکنی که سفره خانوار کارگری رو میخوای ارتقا بدی، یه دستمزدی رو اضافه بکنیم که قیمتها ابتدا به ساکن به اصطلاح قیمتها ثابت باشه، در صورتی که ما هر سال در اسفند ما شاهد بین 15 تا 25 درصد خدمات عمومی رو کلن دولتی و عمومی رو از جانب خود حکومت داریم. یعنی شما هنوز الان این دستمزد برای سال 1401 تعیین شده و هنوز به فروردین نرسیده و یک ریالش به جیب یک کارگر نرفته، کارگر از بهمن و اسفند داره این اضافه رو به نوع دیگری برمیگردونه به خزانه دولت با گرونتر شدن
اقلام خوراکی، نان، گوشت، مرغ، ماهی، انواع و اقسام به اصطلاح سفره خانوار کارگری. و در همین شهر تهران که من یکی دو روزی اینجا برای انجام یه سری کارام اومدم اینجا، یک دونه نون سنگک 6,000 تومان، نون سنگک، حالا یه 4 تا دونه کنجد روش میپاشن، و نون سنگک عادی، یک نونی که 2 وجب طول داره، 4,000 تومان، و نون لواش 1,900 تومان، و نوع تافتونش 1,500 تومان. شما حساب بکنید یه خانواده کارگری در روز چقدر هزینه نونش میشه. مسکن به شیوه وحشتناک قیمتش بالا رفته. حتی ما اگه روزی پدیده گورخوابی، پدیده اتوبوس خوابی، پدیده زیر پل خوابی رو داریم، پدیده قبر خوابی رو داشتیم، دوست عزیز، الان پدیده کانکس خوابی تو همین شهر تهران خراب شده، پایتخت ام القرای اسلام، ما داریم پدیده کانکس خوابی رو داریم که شما برای یک ماه باید 50,000,000 تومان پیش ودیعه داشته باشین، ودی 20,000 تومان برای یک کانکس 2 در 2 متر در 2 متر، یک کانکس های فلزی در اطراف شهر، در محلات فقیر شهر. و این دیگه اوج توحش سیستم بورژوازی و سرمایه‌داری ایران به طبقه کارگر و مزدبگیرانه که روز به روز مردم دارن بدبخت و بدبخت‌تر میشن. آقای ساختمانگر، آیا تعیین حداقل دستمزد فقط مزدبگیران دارای حداقل دستمزد رو تحت تاثیر قرار میده، یا باید شاهد عکس العمل زنجیره‌ای این سیاست در کل جامعه باشیم؟ ببینید دوست عزیز، این بحث حداقل دستمزد مستقیم به فقط طبقه کارگر و اونایی که به اصطلاح در بخشای کارگری کار میکنند مربوط میشه، اما این بالا رفتن هزینه زندگی در تمام بخش‌های مختلف جامعه داره اتفاق میفته، و برای یه معلم، برای یه پرستار، برای یه پزشک، حتی برای یک سرکوبگر، یک مأمور سرکوبگری که داره من کارگر رو به خاطر اعتراض به وضعیت بد معیشتی به اعتراض میام تو خیابون، منو سرکوب میکنه، با تم تو سر من میزنه، اونم همین بلا سرش اومده، اونم نونو گرون میخره، گوشتو گرون میخره، برنجو گرون. الان دیروز یک گزارشی تو رسانه‌های اجتماعی خودتونم دیده باشین، برنج ایرانی به کیلویی 92,000 تومان رسیده، یعنی یک کیسه 10 کیلویی برنج 900 خورده‌ای هزار تومان. برنج پاکستانی انباری و هندی که حتی باور بکنین بی ادبیه، جلو مرغم نمیتونی بریزی، کیسه 450 تا 500 هزار تومان. خب شما حساب بکنین یک کارگر بدبخت با 4,000,000 تومان حقوق چقدر میتونه زندگی بکنه؟ ماهی 2,500,000 فقط اجاره خونه میده تو همین تهران. حالا تو شهرهای کوچیک هم دیگه زیر 1,500 کرایه نداریم اصلا. شهرهای کوچیک مثلا 100,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 یا شهر زادگاه من سنندج، دیگه شما از خونه 1,500,000 تومان به پایین نداریم. خب شما فکرشو بکنین، یک کارگری که حالا مجموعاً این قیمتی که آقایون تعیین کردن و وزیر کار امور اجتماعی با اون دبدبه و کبکبه تو بوق و سرنا عوام فریبانه به 57% افزایش اعلام کرده که دروغ محضه، اینا در واقع چیزی بین حدود 25% واقعی حقوق کارگر اضافه شده، 25% اضافات اومدن تیکه تیکه کردن، تیکه تیکه اعلام کردن، مثلا بحث اون کمک هزینه مسکن، بحث سنوات و فرزندای حق فرزند و اینا رو اومدن با احتساب اینا میگن 57%، در صورتی که چنین چیزی نیست، واقعیت نداره. و حتی اگه 57% هم واقعی بود، بازم دردی رو از طبقه کارگر و مزدبگیر ایران دوا نمی کرد. شما هر روز، ما هر صبح داریم شاهد گرانی روزافزون اقلام خوراکی. شما، من برای مثال ساده براتون بزنم، 1 لیتر بنزین 3,000 تومانی، 1 لیتر بنزین 3,000 تومان، ولی همون آب مصرفی که من تو خیابون تشنم میشه 350 سی‌سی، یعنی 1/3 لیتر، من اونو میخرم 4
4000 تومان. شما حساب بکنید یک لیوان آب برای یک وعده آب خوردن تشنگی در روزایی که دیگه روز به روز داره هوا گرم میشه، شما مصرف آبتون بیشتر میشه، یک بوت آب معدنی 350 سی سی 4000 تومان. و این وضعیت طبقه کارگره و روز به روز اینا دارن زندگی ما رو به گروگان گرفتن و ما هر روز شاهد اعتراضات کارگری در گوشه و کنار هستیم و هر روزم شاهد سرکوب و به زندان انداخته شدن کارگران هستیم تحت عنوان به مخاطر افتادن امنیت ملی، خاطر به مخاطر افتادن نمیدونم امنیت کشور و اینا همش سیاه نمایی ها توسط رسانه ها و اپوزیسیون و زده انقلاب و این داستان هایی که خودشون برای خودشون تعریف میکنن. ولی ما طبقه کارگر ایران شک نداریم که عامل همه این بدبختی ها، همه این فقر و فلاکتی که به مردم و خصوصا طبقه موزبگیر ایران اعمال میشه، کسی جز حکومتگران و بانیان وضع موجود که همانا سردمداران و مدیران جمهوری اسلامی نیست. و این واقعیتیه که از دسترنج ما کارگران روز به روز اینا فربه و فربهتر میشن و ثروت‌های چندین میلیاردی و چند هزار میلیاردی رو تو جیبشون میذارن و به بهشت موعودشون کانادا و کشورهای اروپایی میفرستن که بچه ها و خانواده هاشون اونجا زندگی های آنچنانی بکنن و کارگر و مزدبگیر در ایران روز به روز گرسنه‌تر و فقیرتر بشه و هر روز ناچار بشه تنفروشی بکنه، ناچار میشه اعضای بدن بفروشه، از کلیه فروشی کبد فروشی تا به چشم فروشی رسیدیم تو همین ایران و همین تهران و شاهد فقر گسترده‌ای که موجب یک نوع خشونت در مردم شده که جوونا رو به نوعی انتقامجویی از طبقه دارا و ثروتمند انجام داده که مواردش ما دیدیم تو همین کنار اتوبان‌ها، دیدیم مواردی رو کسانی در اعتراض به وضع موجود و نسبت به کسایی که وضعیت زندگی بهتری دارن نوعی خشونت رو از خودشون نشون میدن و به اشتباه فکر میکنن عامل بدبختی اونا این مردم مرفه و ثروتمند هستن، در صورتی که نه، تمام بدبختی ما ناشی از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی حاکمان جمهوری اسلامی و مدیران جمهوری اسلامیه و مسئول اول همه این بدبختی ها دولت و بعد اون دستگاه حاکم بر دولته که همانا سیاستگزاران و اون هسته سخت قدرت و لایه رهبری است. من در خدمتتونم. آقای ساختمانگر، شما به دولت اشاره کردید و اما در تعیین این دستمزد نمایندگان دولت، کارفرما و کارگزاران حکومتی که خودشون رو نمایندگان کارگران و مزدبگیران معرفی میکنن، در بهمن ماه حداقل دستمزد رو 8,980,000 تومان تعیین کردن. چه اتفاقی افتاد که این رقم به کمتر از نصف اون سقوط کرد؟ خب دوست عزیز، به مورد خوبی اشاره کردی. دقیقاً حتی الان ما مردم ایران به طور علل عموم و به طور خصوص طبقه کارگر ایران هیچ اعتمادی به حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه‌های دولتی نداریم. ولی حتی برابر همین آمار خود سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی، تورم 42% در سال 1400 و پیش بینی شده به درصدی بالاتری در سال 1401 بره. و حتی ما این بحث حذف ارز تدریجی هم که ارز 4200 تومانی و چشمندازی که براش ترسیم شده وحشتناکه، یعنی هنوز ما اجرایی نشده گرونی ها و اون پس لرزه هاشو داریم تو همین روزای پایانی سال میبینیم، هنوز قبل از اینکه اجرایی بشه. و اینا حتی خودشون، خود نماینده دولتی تشکل دولت ساخته، من اسمش الان یادم رفت، یه دو ماه پیش سر بحث دستمزد صحبت کرد، خودش 10 میلیون تومن رو خط زیر فقر و خط مرگ برای کارگر ترسیم کرده. همین آقایی که حکومت ساخته است و نماینده به ظاهر کارگر ولی از شکلهای حکومت ساخته است، خودشون اذعان کردن که زیر 10 میلیون دستمزد برای کارگر یعنی فقط جلوگیری از مرگه، یعنی شما نمیری، فقط بتونیم باش یک
زندگی یک وعده غذا بخورین که بتونین زندگیتون رو اداره بکنین، و اینا هیچ پایبندی به حتی به مصوبات خودشون هم ندارن. و بحث نمایندگان کارگری که گفتیم، من بارها و بارها تو صحبتایی که تو جمع دوستان بوده، تو اتاقایی که حول مسائل کارگری بوده، و اگه شما نکنم یه بارم مدتی قبل در خدمت خود شما دوست عزیز بودم، من اینو اینطور عنوان کردم که ما اصلا این نمایندگان کارگری رو باور نداریم، چون اینا اولا کارگر زمانی میتونه نماینده کارگر باشه که با انتخاب آزادانه و آگاهانه کارگر از طریق صندوق‌های رأی انتخاب شده بود باشه. اینا نمایندگان تشکل‌های اسلامی و شورای اسلامی کار و بانیان و حامیان وضع موجودن. و این بحث دستمزدم که هر سال ما باش مشکل داریم، بحث سه‌جانبه‌گراییه. در ایران بحثی تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی هست که از سه نماینده تشکیل شده: یک نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و یک نماینده به عنوان نماینده دولت و یا از دیدگاه آقای دستمزد، که در حتی دموکراتیک ترین شیوهش هم حتی ما فرضی محال نیست. فرض بر این بذاریم این نماینده کارگری نماینده آگاه طبقه کارگر و انتخاب آگاهانه خود طبقه کارگره، در صورتی که ما دو تا نماینده از کارفرما داریم: یک خود کارفرمایان، دو دولت به عنوان بزرگترین و ابر کارفرمای ایران. دولت هیچ موقع نمیاد میانجیگری یا جانب طبقه کارگر رو بگیره، چون خودش بخشی از کارفرماست، قطعا حامی کارفرماست و با نظرات کارفرما بیشتر همراهه. پس در اینجا کارگر میمونه یک رأی و دو رأی به اصطلاح در قبالش، پس این نمیتونه تأثیر داشته باشه. و هر تصمیمی هم اگه حتی اون نماینده به نفع طبقه کارگر بگیره، طبق بحث اون اکثریت و اقلیت، این در اقلیت قرار داره ولی نمیتونه خواسته هاشو به کرسی بنشونه. گرچه هیچ موقع در هیچ به اصطلاح دوره سیاسی نمایندگان شورای عالی کار نماینده واقعی طبقه کارگر ایران و مزدبگیران نبودن و همیشه نمایندگان هیئت حاکمه در تشکل‌های خودساخته در محیط کار و تولید بودن و به نوعی مأموران و حقوق کارگران و مطالبات کارگری بودن. در مورد تقسیم بندی ها نظر شما چیه؟ تقسیم بندی هایی که در این دستمزد شده و یکی از فکر می کنم اصلی ترین جوانب این بحث هست، این تقسیم بندی ها رو شما تا چه حدی واقعا گمراه کننده می دونید و در بخش دیگر آیا واقعا مزایا رو می شه جزء دستمزد قرار داد؟ اصلا مزایا جزء دستمزد نیست دوست عزیز. این تنها در جمهوری اسلامی و وزارت کاری منتسب به جمهوری اسلامی این معنا پیدا کرده. در هیچ کجای دنیا سنوات جز دستمزد نیست، حق مسکن جز دستمزد نیست، حق لباس در جز دستمزد نیست، حق مسکن جز دستمزد نیست. بعد اینا اومدن حق مسکن رو مثلا یه تفاوتی بین کارگر یک فرزند و دو فرزند گذاشتن. خب این آقا فکر اینو نکرده که کارگری که سه تا فرزند داره با کارگری که یه فرزند داره در اجاره خونه برابرن، چون آقای کارگران مثل آقازاده‌های اونا نیستن که برن تو ویلاهای چندین خوابه و تو نمیدونم ساختمون‌های 500 600 متری و ببخشین یه لحظه قطع شد مثل اینکه. بله بفرمایید. مثلا حضور شما، کارگران محدود زندگی کارگر و اجاره هاش هم مشخصه. 95% طبقه کارگر ایران در فاصله یک رنج قیمتی دارن هزینه اجاره مسکن میدن، هزینه لباس میدن، هزینه خوراک میدن. و این تقسیم بندی ها چیزی جز فریفتن و عوام فریبی نیست برای بزرگ نمایی کردن بحثی که تحت عنوان اضافه دستمزد دارن اعلام میکنن. و کاش انقدر جسارت و جرأت رو داشتن همون به اصطلاح مبلغ 4,179,000 خورده ای رو پایه حساب میکردن و میگفتن دستمزد کارگر انقدر درصد گرون شده اضافه شده
57% اینا رو همه رو چیدن رو هم، گنده نمایی کردن بعد، و اینا رو به اسم به اصطلاح اضافه دستمزد به مردم القا کردن، در صورتی که خیلی از مسائل حق بدیهی یک انسان در ایران و تغذیه مناسب، مسکن مناسب، بهداشت مناسب، آموزش مناسب، اینا بخشی از پیشفرض‌های زندگی برای یک انسان و خصوصا کارگر در ایرانه که ما میلیون ها کارگر رو در ایران داریم که دارن با این شیوه نوین یا این بردگی نوین در ایران توسط حاکمان سرمایه و بورژوازی ایران و دستگاه های تحت امرشون استثمار میشن و به فقر و بدبختی و فلاکت کشیده شدن. آقای ساختمانگر، آیا شما اطلاع دارین شکاف جنسیتی و شکاف دستمزد چگونه خودش رو نشون میده؟ آیا زنان نیست، زنان مزدبگیر نیست از سطح دستمزد مساوی با مردان برخوردارن طبق این قانون؟ خب ببینید، در ایران بحث برابری زن و مرد این چیزیه که سالهاست ما ازش داریم صحبت میکنیم و اگر حتی در پاره ای به اصطلاح قسمت های یا جاهای اعمال هم بشه، نه به اون صورت نیست، چون زنان به عنوان نیمی از جامعه ایران و بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران دارن روزانه استثمار میشن در جاهای مختلف، در قسمت های مختلف و محیط های مختلف کاری، و ما یه پدیده جدیدی داریم دوست عزیز در ایران که من امسال دوست داشتم تو 8 مارس سرش صحبت بکنم، و اونم پدیده کار خانگی زنانه. ما الان در ایران برابر خود آمارهای رسمی در همین تهران چند میلیون خصوصا زنان در قسمت‌هایی کار میکنن که شامل هیچ گونه حق و حقوق قانون کار نمیشن، و اونم کسانی هستن که تحت لوای پرستار خانگی، پرستار کودک، پرستار مریض، نمیدونم در خونه ها به عنوان نظافتچی یا به عنوان کارهای خونگی دارن اینا رو استثمار میکنن با حقوقهای بسیار پایین و دستمزدهای بسیار پایین و هیچ گونه بیمه و هیچ گونه به اصطلاح امکاناتی برخوردار نیستن، و اینا دارن به طور مضاعف علاوه بر ستمی که به طبقه کارگر میشه، علاوه بر ستم جنسیتی که بهشون میشه، اونجا هم یک ستم دیگه متحمل میشن بابت اینکه جزء هیچ قوانین موجود کاری نیستن، شامل هیچ قانونی نیستن و روزانه دارن استثمار میشن. الان هم که امسال با این وضعیت ها وضعیت طبقه کارگر ایران روز به روز بحرانی‌تر میشه، و ما از همین ابتدا با افقی که داریم میبینیم، چشم‌اندازی که برای سال 1401 داریم، اعتراضات بیشتری رو در کف خیابون و در محیط کار و در مراکز کاری داریم، و قطعا طبقه کارگر ایران در مقابل این همه ستم و بی‌عدالتی خاموش نخواهد ماند و صدای اعتراضش رو همچنان مثل سال 1400 با صدای بلندتر و با مشت‌های گره کرده بیشتری در خیابان‌ها فریاد خواهد زد، و ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری در ایران خواهیم بود. آقای کامران ساختمانگر، فکر می‌کنم با این نتیجه‌گیری بهترین موقع برای پایان این گفتگو باشه. بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادید. ممنون، منم از شما سپاسگزارم که فرصتی برای من پیش اومد بتونم در خدمت شما بخش بسیار ناچیزی رو از ستمی که به ما کارگران و خصوصا طبقه کارگر ایران و مزدبگیران به طور عمومی داره میره برای بینندگان و شنوندگان رادیو صدای نو بیان بکنم، و سپاس از این وقتی که به من دادی، و به امید این که روزی شاهد اعتراضات وسیع کارگری و اون اعتصابات عظیمی که در سال 57 مشاهده آن بودیم که منجر به نوعی اتحاد عمل بین همه بخش‌های کارگری شد و خصوصا در شرکت نفت، ما نحوه احسن اونو دیدیم که
پایه‌های حکومت لرزان، امیدواریم در سال 1401 ما شاهد این اتحاد عمل و این اعتراضای وسیع و به هم پیوسته و سازمان یافته در بین بخش‌های مختلف طبقه کارگری ایران باشیم